وقتی که این عکس رو میبینه چه حسی داره؟ میدونم که یکمی براتون سخته، ولی به هر حال این عکسی هست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی اومد سراغتون و شروع کرد در واقع با شما مصاحبه کردن، بعد از اینکه هواپیمای اوکراینی رو زدن و بچه شما رو در میون 175 نفر دیگه کشتن، یک همچین بلایی در واقع سر شما آورده بودن که سراغتون اومدن و نشستن کنارتون و خواستن که باهاتون مصاحبه بکنن. خواسته بره برای کشورش افتخار کسب بکنه، میخواسته بره اونجا علم تحصیل علم بکنه، برگرده برای اینجا. مگه میشه به حرفای مقام معظم رهبری گوش نکرد؟ مقام معظم رهبری ضمن تسلیت گفتن به خانواده ها خواستن که با عواملی که این قصور پیش اومده برخورد بشه. خیلی خیلی متاسفم آقای سعیدی نیا، میدونم که براتون خیلی سخت دیدن این فیلم، ولی خودتون توضیح بدید که اون روز چه اتفاقی افتاد و خبرنگاران صدا و سیما و مسئولانی که بودن اونجا کی بودن و از شما چی میخواستن؟ اون روز که اینا آمدن خونه ما، من اصلا حال خوبی نداشتم، اصلا نمیتونستم تصمیم گیری درستی بکنم. همسرم هم بیمارستان بودش. اینا ریختن داخل خونه ما بدون اجازه. شما میگید مصاحبه، مصاحبه با تعیین وقت قبلی و آماده شدن طرفینه که بیان بشینن صحبت بکنن، بدون اینکه اجازه بگیرن ریختن داخل خونه ما. تعداد خیلی زیادی هم بودن. الان من نشینم که توی مصاحبه چی گفت، ولی اون امام جمعه کرج که من اصلا نمیشناختم، بعدا فهمیدم امام جمعه کرجه، ایشون وقتی اومد منو دعوت کرد بغل خودش بشینم. من میخواستم اون من رو برو بشینم و من بغل خودش نشوند و شروع کرد فقط تهدید کردن و دستور دادن و این حرفا. و اصلا برای تسلیت و دلجویی نیومده بود ایشون. حالا اون مصاحبه که میگید من اصلا نفهمیدم چی بودش، اصلا صداتون نمیومد اینجا، ولی کلا در اون روز اصلا من حال و هوای خوبی نداشتم، همین الانش هم ندارم دیگه. شما حساب بکنید در موقعی که اون خبر رو من داده بودن و ما فکر میکردیم که نقص فنیه، آرزومون این بود که نقص فنی باشه، فقط بمونیم خودمون بمونیم و بدبختی خودمون دیگه، این خشم و این نفرت دیگه در ما به وجود نیاد. ولی وقتی که فهمیدیم اون روز که اومدن اینا، همون روزایی بودش که یا روز اول بود یا روز بعدش بود، یا شنبه یا یکشنبه، موقعی بود که ما فهمیدیم که موشک زدن به هواپیما. بله، موقعی که شما با موشک میزنید به هواپیما، پسر منو میکشید، من اگه تو گوشتون بزنم، تو گوش حاجی زاده، تو گوش سلامی، حق ندارید حرف بزنید. اگه هر فحشی به شما بدم نباید جواب منو بدید. بچه منو کشتی، بچه منو کشتی، بعد برمیگردی داخل تلویزیون میگی که گردن ما از مو باریک‌تره. بعد ده تا ده تا آدم میفرستی خونه ما، میشینن اونجا به عنوان، حالا من اصلا نگاه نکردم به این مصاحبه، اصلا چندش هم میشه، ولی یکی دو تا عکس دیدم این بر اون بر نوشته بود که برای دلجویی امام جمهوری کرج به خانه شهید امیرحسین سعیدی. بله، دلجویی کردیشون. ایشون فقط از اول تا آخرش منو تهدید.